سلام و عرض ادب خدمت عزیزانم، حالتون چطوره؟ خب امیدوارم که حال همتون خوب باشه و آماده این لایو بسیار مهم باشین. چطورین سوگل خانوم، آزیتا خانوم، نیلی خانوم، مریم خانوم؟ نرگس خانوم، آقای رضایی، فائزه خانوم، صدا کمه؟ خب اگر صدا بد شد به هم بگین حتما. انا صدا بهتر شد؟ نگار خانم چطوری؟ بچه ها خوشه؟ چطوری محمد جان؟ ارادت به همه بچه ها؟ چه جالب، خانم موسوی امروز تازه با پیج ما آشنا شده. خانم مهسا میگه زود بریم سر اصل مطلب. بذار مهسا خانم بیان بچه ها. خب خدا رو شکر که صدا خوبه. یه خوده اینو که میزنم یه خوده یقه مقره میریزه به هم. بچه ها کدومتون هستین که دوست دارین در اندازه 4-5 دقیقه با رضایتتون، چون سوالاتی که میخوام بپرسم میمونه تو لایومون و بعد امکان پاک شدنش هم نیست، راجب رابطتون یک سری سوالاتی دارم، مثل این که مثلا از آشناییتون به هم بگین، از اینکه چطور با هم آشنا شدین و در واقع بزرگترین مشکل زندگیتون چی، از این دست سوالات. یه حالا اگه زوج هم باشن کنار هم دیگه باشن در واقع شاید اتفاق بدی نباشه، فقط این که بعدن نمیشه پاکش کرد به هیچ عنوان. اگر کسی هستش درخواست بده، ولی خب یه خورده بلد باشه مثلا صحبت بکنه و وقتی این هزار و خورده این نفری که الان هستن رو نگیره. میخوایم یه خورده راجب زندگیش با ما حرف بزنه به دو سه تا از سوالات من، از 6 7 دقیقه شاید طول بکشه تا یه خورده عملی تر درس امروز رو با هم دیگه ببریم جلو. زوجم هستین؟ خیلی خوب، امید بده پس درخواست بده. ببینیم کی میاد. حالا اگر که مثلا رابطتون طولانی تر هم باشه بهترم هست. خیلی هستیم. بتونیم امید کی بود؟ امید من ببینیم چی میشه. ممنون میشم همه دوستانم یه بار لایو رو برای یکی از دوستانشون بفرستن، چون لایو خیلی مهمیه. از طریق پژوهشام میخوایم بگیم که رابطه شما چقدر رابطه کیفی هستش، چقدر کمک کننده هستش، چقدر میشه روش حساب کردش و داری خرابش میکنی یا داری درستش میکنی. خب نیومدن مثل که بالا. برای سینگل ها چه کمکی میکنه؟ این کمک رو میکنه که بدونید رابطه رو چجوریه و چه نشانه هایی میتونه رابطه رو از بین ببره و در واقع ارادت دارم خانم کاویانی نازنین خدمت شما عرض کنم که این خیلی مهمه که برای فرد که مجرده در واقع چطور رابطه رو ببره جلو، که این 5 نشانه‌ای که محققا راجع به طلاق به این نتیجه رسیدن که اگر این 5 تا با هم دیگه باشه حتما طلاقه، در واقع بدونیم که داستانش تو دوران نامزدی هم که باشین این 5 نشانه قابل شناسایی تا حدودی تو دوران زندگی هم که هستش. خب بریم ببینیم کیا درخواست دادن. یک بار دیگه خدایا یک فرد بسیار خوب و خوش صحبت بیاد. بچه ها میشه بهم بگید چه سنایی هستین؟ یه موقع حتی دیگه نباید خیلی سخت بگیرم، معیارهای سختی من هم داره فعال میشه. خانم زهرا شما بگید. من اکسپت میکنم ولی نمیای شما مسکی ها. بچه ها رو من اکسپت میکنم، بچه ها نمیان. خب
خانم التحمین احمد پور، شما خوبی؟ 36 سال خوبه. منتها من یکی بچه ها رو اکسپت کردم ببینم چه اتفاقی میفته. اگر یه دفعه دیگه امتحان میکنم، اگه نشد که دیگه خوب بیخیال میشه. جالبه، بچه ها درخواست میدن بعد نمیان، خجالتی هم. خانم آتوستا شما ببینید، ببینم هستی آتوستا. خب نمیشه، اوکی، اب نداره، ما درسمون رو شروع میکنیم دوباره، یه خورده بعدتر کارمون انجام میدیم. دوستشون یه نفر بیاد یه بار دیگه امتحان میکنم. میخوایم یه نفر بیاد راجب این سوالاتی که من دارم یه توضیح بده لایف، راجب بمانم یا بروم، چه رابطه ای قابل ماندن است، چه رابطه ای تمام شدن نیست، تمام شده است، و در واقع ما میخوایم از طریق رمزیابی ها و پژوهش هایی که انجام شده در حیطه روانشناسی در 5 نشانه شناسی به شما کمک بکنیم تا رابطتون رو مورد ارزیابی قرار بدیم. خب نشد دیگه، دیگه قسمت نبود، ما تلاشمون رو کردیم اما نشد. کامنت ها میبندم. خب درسمون رو شروع میکنیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، یک بار دیگه موضوع میگم برای دوستانی که هستن تو لایف، خلاص 65 دقیقه 70 دقیقه فکر میکنم لایف ما طول خواهد کشید، راجب رمزیابی و پژوهش هایی است که راجب این که چگونه ارتباطات ما رو تشخیص بدیم که این رابطه به پایان میرسه یا رابطه درستی هستش میخوایم گپ بزنیم. برای منی که خب دو تا اپروچ روی کرده اصلی روانشناسی روم غالب هست به نام اکت و روانشناسی مثبت نگر، ازدواج و کلیه روابط باید بتونه به قسمتی از شکوفایی من و به کل شکوفایی من کمک بکنه. اعتقاد من این هستش که در واقع برای منی که تو این محیط زیست میکنم شکوفایی مهمترین کلمه است و فکر میکنم که هر انسانی اگر که به شکوفایی برسه به بالاترین حد رضایت دست پیدا کرده، پس ازدواج هم باید بیاد به شکوفایی فرد کمک بکنه. شکوفایی قامته، یک رضایتمندیه که چند بودیه. حالا یک ازدواج لزوما نباید به 5 بود شکوفایی کمک بکنه. ما اون 5 بودی که تو شکوفایی باید روش کار بکنیم تا به شکوفایی برسیم پرماه خلاصش: positivity, engagement, relationship, meaningful و accomplishment، که میشه مثبتگرایی، تولید هیجانات مثبت. چون اینا رو بارها گفتم بعد سریع بگم، اون دوستانی که کمتر اینا رو بلدن بعد لایف های قبلی رو ببینن: پازیتیویتی، تولید هیجانات مثبت، انگیجمنت، کشف نقاط قوت، ریلیشنشیپ یعنی روابط، خدمت کردن مینینگ، و اکامپلیشمنت دستاورد و پیروزی. من رفتم ازدواج بکنم، توی ازدواجم میخوام به 5 گزینه فکر کنم که این همسری که من مد نظر خودم گذاشتم در واقع چقدر میتونه به من کمک بکنه. میبینم که مثلا مثبت‌گرایی یعنی تولید شادی و آرامش و عشق و قدردانی منو بالا میبره، پس نمره امتیاز مثبت گرفت توی تولید هیجانات مثبت. یه نکته بهتون بگم، فقط همین تیکش مرتبط با درسای قبلیه، بقیه درسای امروز من کاملا جدید هستش. انگیجمنت، آیا همسر من اجازه میده که من به نقاط قوتم مجذوب بشم؟ آیا به من اجازه میده که من درگیر نقاشی کشیدن و درگیر رهبری کردن و درگیر نوشتن و درگیر توسعه بیزینسم و نقاط قوتم و چیزهایی که خیلی بهش علاقه مندم بشم؟ ریلیشنشیپ، آیا همسر من علاوه بر اینکه خودش با من یک رابطه خوب تشکیل میده، آیا اجازه میده بقیه روابط زندگی من هم به خوبی پیش بره؟ مینینگ، آیا همسر من به من کمک میکنه که من به دیگران خدمت کنم، به پدرم، به مادرم، به خواهرم، به برادرم، به همکارانم، به دوستانم، به عزیزانی که توی خیریه منتظر من هستن، یعنی که نه همش میخواد جلوی منو بگیره؟ و آیا همسر من پنجمی دستاورد و موفقیت، آیا همسر من به من اجازه میده که
من موفقیت های بیشتری داشته باشم، دستاورت های بیشتری داشته باشم یا نه، یک آدم دلخرج جلوی اینو میگیره که در واقع من بتونم به موفقیت های زیادی دست پیدا بکنم توی ایته، دستاورت های مالی، دستاورت های کاری، دستاورت های تحصیلی و همه این. این پنج تا بود وقتی در نظر میگیری، خب همسر نباید به همه پنج تا بود کمک بکنه، همین که به یکی دو تا سه تا کمک میکنه ولی به بقیه ضربه مهلکی نمیزنه، این خودش کمک کننده است. به هر حال هر رابطه یک سری هزینه هایی داره که قاعدتا این هزینه ها میتونه از دستاورت های من، از قسمت های مختلف زندگی من کم بکنه، ولی این به منزله این است که خب هزینه شه، نه اینکه این رابطه داره به اونها رو تموم میکنه. پس قسمت اول صحبت های من این است که بهترین چیز برای یک برآورد درست راجع به اینکه این زندگی به درد ما میخوره یا نه، این است که این رابطه داره به شکوفایی من کمک میکنه یا نه. نکته، بعضی از افرادی که متاسفانه خیلی قربانی فکر میکنن و فکر میکنن قربانی هن، اشتباه فکر میکنن که رابطهشون به شکوفاییشون کمک نمیکنه، ولی یه روانشناس که پاشون میذاره تو رابطه میبینی که خود فرده که مهمترین دشمنه این استش که این فرد بتواند به شکوفایی دست پیدا بکنه. پس بنابراین ما نباید این گونه فکر کنیم که خیلی راحت خودمون نباید نتیجه گیری بکنیم، میتونیم از کمک بگیریم، مشاور، روانشناس، آدم های صالح و عادلی که کنار ما هستن و ببینم مشکل اصلی من همسرم یا تنبلی خودم. تازه بریم سراغ درس. چگونه بفهمیم که زمان رفتنه؟ چرا باید اینو بفهمیم؟ چون تلاش برای یک رابطه منقضی شده فقط از دست دادن زمانه. یعنی شما هر چقدر بدویی که یه رابطه‌ای که واقعا تاریخ انقضاش گذشته رو نمیتونی برش گردونی، یه واقعیت تلخه. خیلی خوب میشدش که یکی از بچه‌ها میومد بالا، نه؟ خیلی دوست داشتم، چون الان میخوام وارد سوالا بشم، اجازه میدین یه بار دیگه من امتحان بکنم ببینم میشه یا نه؟ ببینید من چند تا دارم میزنم ببینم که میشه. خب یه نفر شد با چه عجیب، فکر کنم کامنت ها رو باید. سلام، وقت بخیر. شما میتونید تصویر خودتون هم ندین ها اگه موقع اذیت میشید. نه نه نه، من یه دفعه اومد بالا. سلام، من صدای شما رو ندارم. سلام سلام، صدای منو دارین؟ من صدای شما رو دارم، شما صدای منو دارین؟ یک دو سه، من دستتون رو میبینم ولی صداتون رو نمیشنم. صدای من داریم؟ تصویرتون هست؟ خب فکر کنم باید قطعتون کنم. من خیلی دوست دارم که واقعا این سوالا رو بپرسم، اونتا این دوستمون نمیدونم حرف نمیزنه، من نمیشنوم، زیر کامنت های باز کنم شما چه اتفاقی داره براتون میفته. بچه صدای دوستمون رو داری؟ تا دوستمون بس میشه من یه توضیح بهتون بدم. ببین، تلاش برای نجات یک رابطه منقضی شده واقعا اشتباهه. چرا این رابطه به پایان میرسونه؟ سه تا دلیل اصلی داره. چون یه طرف دیگه رابطه رو نمیخواد، یا نمیخواد دیگه تلاش بکنه، و یا پای یک اختلال روانی جدی در کار هستش. شما صدا نده، من که صدای من الان صدای من خب آها، این فکر کنم تازه حجابشون رو دارن سرشون میکنم. خب خوبه، داره احتمالا اتفاقاتی میفته. خب خوبی؟ من این رو بکشم شاید به این ربط داشته باشه.
هنو صدای من صدای شما یه حرف میزنید دوتا های مرتب خب صداتون ندارم صدای ایشون نیست و ربطی هم به چیز نداره الان حرف زنید لطفا صداتون نمیاد خب ببخشید قسمت نشد در خدمت شما باشیم شما رو ازتون قطع میکنم تا اینکه شما قطع میکنید لطفا صدای ما رو دارین شما مرسی خب دور دو بابا استیدم سوال سوشم بلازم سوال یه نفر دیگه سلام آقای دکتر شما را شما صدای شما میاد صدای منو دارید شما بله بله صداتون میاد منم صدای شما رو خوب دارم خدا رو شکر خوبی قربان شما مرسی موفق شدی بله اسم شما چیه من اسمم احمد رضاست احمد رضایی عزیز احمد رضا جان کار شما حدودا چیه من توی یکی از شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی مدیر فروش هستم مدیر بله خیلی هم عالی خوشحالم که با شما صحبت میکنم همسرتون هم نزدیکم به شما مشغول هستم نزدیک هستم ولی مشغول هست بسیار خوب لایو نمیبینم نه اما رضا جان نخستین باری که همسرتون رو ملاقات کردین رو به من توضیح میدین نخستین باری که دیدمشون توی مراسم خانوادگی بود و مادرم معرفیشون کردن خب یه آشنای اولیه پیش اومد و یه آشنای اولیه بود بله یه آشنای اولیه پیش اومد عمر رضا جان من مجبورم بعد از اینکه با شما خدافظی بکنم راجع به زندگی شما یه سری مثالایی بزنم راجع به حرفایی که زدی شما که با این قضیه مشکلی نداری نه اشکال نداره خب اوکی. خدمتتون عرض کنم که شما اونجایی که بودین و اینا رو خوب یادتون میاد چیزی از اون روز یادتون میاد جزئیات خاصی من همه جزئیات خوب یادم میاد چون واقعیت خیلی اتفاقات خوبی واسه همون افتاد تو زندگی و دوستانه میگم ببرم عقبتر الان خوبه؟ بله بله خوبه بله خوبه یه خورده راجب روز اول آشناییتون بیشتر توضیح بدیم روز اول آشناییمون یه مراسم خانوادگی بود خب مادرم خیلی اصرار داشت من ایشونو ببینم واقعیت موقع من اصلا قصد ازدواج نداشتم دنبال بحث ازدواج نبودم مادرم خیلی اصرار و یه جور آدمی هم بودم که خیلی به ازدواج سنتی واقعیت فکر نمی کردم خاطر نوع نگرش حالا تحصیلات یا هر چیزی که باشه ولی خب اونجا بعد به اتفاق حالا خوی آشنایی پیش اومد بعدها که رفتیم جلوتر دوباره سر ازدواج فکر کنم داداشم بود تو ازدواج داداشم دوباره من ایشون رو تو مراسم عروسی داداشم بود که دوباره دیدم اون آشنایی اوله باعث شد که حالا دوباره روی ایشون یه تمرکز و تفکری داشته باشم و بعد خیلی جالبه من که اصلا اعتقادی به ازدواج سنتی نداشتم و اصلا اون سبک ازدواج رو دوست نداشتم برام اتفاق افتاد این ازدواج و ما یه چیز هولوش یک سال و نیم نامزد و عقد بودیم و در ارتباط بودیم و آشنایی اصلیمون اونجا اتفاق افتاد و با اخلاق هم رفتار هم خیلی چیز دیگه آشنا شدیم حالا هم که با تون صحبت کنم 7 سال از ازدواج رو میگذره و یه دختر شیرین و خیلی خوشگل دارم که و از زندگی من خدا شد خیلی خوبه خدا حفظشون کنه عرض خدمتون که از اون 18 ماهی که با هم نامزد بودین و اینها خاطره قشنگی که بخواییم بر ما تعریف بکنین چی هستش؟ خاطرات قشنگ خیلی زیاد داریم از خاطرات قشنگ که میتونم تعریف کنم
بیرون رفتنامون با هم بود و موزیک گوش دادنامون، تفریحات، خانواده‌شون خیلی خوب اهل تفریحات و اینها بودن، تفریح جنگل، باغ و اینها زیاد می‌رفتیم و خب خاطرات زیادی از اون موقع دارم. و یه دونش اگه بخواید تعریف کنید، یک دونش که اگه بخوام تعریف کنم، میدونم سخته ها، آدم الان وقتی که جلوی نزدیک 2000 تا آدم میخواد حرف بزنه به همه چی به فیلتر میخواد بکنه یادش نمیاد، سه چیزا کاملا حق داری، اگه یادتون اومد چه بهتر. اوکی، یکی از بهترین خاطراتم روز اولی که با هم رفتیم بیرون، من یعنی دقیقا بعد از نامزدیمون بود، تا خود نامزدی ارتباطمون خیلی رسمی و خوش بود. بهترین خاطرم اولین بار بود که خودمون دوتا بعد از مراسم نامزدی رفتیم بیرون و من یه کافی شاپ خوب بردم ایشونو، تو ماشین شروع صحبتامون و بیرون رفتنمون و ازم به حضورتون اتفاقی که افتاد اونجا، صحبتایی که داشتیم، گپی که زدیم و برای من خیلی جذابیت اون روزها هنوز تو ذهنم مونده و اون صحبتایی که بین اون رد و بدل میشد و با اینکه ما توی خانواده توی حالا یه مراسمی آشنا شدیم، شناختی از قبل از هم نداشتیم اصلا، ولی از اول یه جوری استارت خورد رابطمون و رفت جلو که من اصلا خودم شوکه شدم و فکر نمی کردم. خیلی با هم راحت بودیم، رفیق بودیم و خیلی عجیب بود که مثلا ما که اینقدر از هم شناختی نداشتیم چجور اینقدر راحت با هم ارتباط برقرار کردیم و شاید اون خجالت های اولیه که خیلی ها داشتن نسبت به هم تو صحبت کردن نبود. من این نکته هم بگم آقای دکتر، اون چیزی که برای من خیلی جالب بود، برای همسرم هم جالب بود، من تو دوران نامزدی بدترین خودم رو نشون دادم، یعنی اصلا نقش بازی نکردم. یعنی الان حتی یه جا بگم که تو وسط های نامزدی یه جورایی خانوادهشون انگار پشیمون شده، من فکر که من آدم خیلی بد اخلاق و تند و سختگیریم. یعنی من این مانیفست بود یا هرچی میخواید بگید، من خیلی دوست داشتم، شاید خطر برهم خوردن رابطه هم وجود داشته باشه، برعکس بقیه که خودشونو مثلا تو همه چی عالی نشون میدن تو دوران نامزدی، من علایقمو خیلی رادیکال میگفتم، خیلی احساساتمو رادیکال میگفتم و منتظر عکس العمل ها بودم. فهمیدم. احمد رضا، من سوالم ازت این بودش که هنوزم یه خاطره ای و نمیتونی به خاطر بیاری که برای ما تعریف کنی؟ نیاز دارم به یه خاطره. مثلا چه خاطره؟ دقیق‌تر. جزئیات دقیقش؟ با جزئیات دقیقش؟ آره در یک دو دقیقه مثلا. شیرین باشه یا یه خاطره مثلا تلخ باشه؟ شیرین باشه یا تلخ باشه؟ جفتش هم میتونه باشه، هر چی که اول به ذهنت میرسه رو بگو. یکیشو میگم که خیلی من اذیتش کردم و خانواده‌اش هم میگم نظرشون خیلی اون موقع منفی شد نسبت به من. من دوره فوق لیسانس هم بود، من فوق لیسانس مهندسی صنایع میخوندم دانشگاه، یکی 3 ماهی از نامزدیمون گذشته بود، ما مادرشون و خانواده‌اشون خیلی اهل تفریح بودن، یه جمعه ای قرار گذاشتن برن یه جای تفریح. من اون موقع حس مالکیتم خیلی زیاد بود، من بهش گفتم که حق نداری بری، چون من نیستم تو حق نداری بری، و چون امتحان داشتم، امتحان پایان ترمم بود، امتحان خیلی سختی هم داشتم، امتحان آمار مهندسی بود و خب کاملا ریاضی بود، بعد خیلی پیام دادم، پیام های تون و خیلی بهش زنگ زدم و گفتم که حق نداری این تفریح گردش چون من نیستم بری. خودشم به پدر مادرش گفته بود که نمیام، چون همسرم نیست دیگه نمیام، نامزدم نیست نمیام، ولی به زور برده بودنش. بعد اونجا که بود، خب یه آبشار زیبایی بود و جای تفریح بود، من خیلی بهش پیام میدادم و هنوز تکستارم داریم و هنوز هم خیلی از متناش یادم که چی بهش میگفتن. و اتفاقی که افتاد، اون تفریح براش بدترین تفریح زندگی شده بود و خیلی گریه کرده بود و خانواده‌اش هم خیلی ناراحت شده بودن. مثلا اینو اصلا یادم نمیره این خاطره رو هیچ وقت، و خودش هم فکر کنم فراموش نکرده اون.
خب این مثلا الان که به این خاطره فکر میکنی احمد رضا، به نظر تو چه پیامی، چه مفهومی برات داره؟ من الان تو واقعا پشیمونم نسبت به اون قضیه. من خیلی خودخواهانه نگاه کرده بودم به قضیه و ببینید خب حس مالکیتم خیلی شدید بود روش، خیلی دوستش داشتم و دوستش همه جا باش باشم. یه اتفاقم که افتاد الان تو اکثر خریدا من باهاش هستم و هر مشغله‌ای باشم، یعنی پیامد منفیش اون بود که اونجا اون تفریش خراب شد، ولی تو تمام خریدای عقدمون، تو تمام خریدای عروسیمون، همین الان لباسهایی که میخواد بخره من تو، خب من دو تا باجناق دیگه هم دارم، ولی مقایسه که میشه من خیلی بیشتر بر خانومم وقت میذارم و خودشم خیلی راضی از این قضیه، یعنی اکثر لباسهاشو داره با نظر من میگیره و یعنی دوست داره باشه، یعنی این نیست که من اگه یه چیزی بخرم بگم چرا اینو خریدی، نه اینجوری فکر نکنید، یعنی دوست داره نظر دادن منو روی این که مثلا این لباسو بخره یا نخره، نظر من چه رو رنگش، روی استایلش یا هر چیز دیگه‌ای که هست. درسته. به من بگو که بدترین مشکلی که تو این 7-8 سالی که با هم ازدواج کردین و نامزد بودین باهاش گریبانگیر شدین چی بوده؟ بزرگترین مشکل و کشمکشی که حالا یا بین خودتون و خانواده‌هاتون بوده یا یه مشکل بیماری تو زندگیتون پیش اومده یا یه مسئله مالی، بزرگترین کشمکشتون تو زندگی چی بوده؟ بزرگترین مشکلی که باهاش خدا شکر هیچ کدوم از اینها نبود. بزرگترین کشمکش اینه که من تو بعد و ازدواج خب من خیلی سریع جواب مثبت گرفتم چون 48 ساعت بعد از فاصله‌داری، ولی خب من از اقوام نزدیکم قصد و تمایل داشتم که بیان خواستگاری همسرم، آشنایی خب آشنایی فامیلی بود تقریبا، بعد فهمیده بودن که من میخوام مثلا من اومدم و اوکی شده، حالا از من بدگویی کرده بودن. بدترین خاطره زندگی من مال اون دوران مال این قضیه است. خب بعد یه مدت بعد از فکر کنم 4 روز من از ماموریت اومدم جواب منفی دادم به من. من یک هفته تموم بدترین دوران زندگی متجربه کردم. یعنی یاد یه خورده من خب غرور داشتم تو رابطه‌ام، اینجوری بودم که من خیلی کم شده بود که دنبال کسی برم یا مثلا تو رابطه این باشم پیش قدم باشم. این اولین بار تو زندگیم تو من توی رابطه پیش قدم شده بودم، یعنی شاید طبیعی نباشه، معمولا آقایون باید پیش قدم باشن تو روابط. من خیلی تعدد روابط نداشتم قبل از ازدواج، تقریبا میتونم بگم 1 یا 2 مورد نهایت، اونم در حد صحبت بود و بیشتر نبود و غرور خاصی هم داشتم، بعد وجهه خاصی تو خانواده داشتم و چه توی دانشگاه چه توی محل کار چه توی خانواده، و اتفاقی که افتاد خیلی به غرورم لطمه خورد به خاطر بدگویی که از سمت اقوام نزدیک ما هم شده بود، این جواب منفی شد. بعد مادر من رفت و یه جلسه دیگه گرفت، رفتیم دفاع کردیم و قضیه برگشت. اون صحبت هایی که کرده بودن سبب قضاوت نسبت به من شد، یعنی من تو اوائل که میرفتم منزل ایشون یا با ایشون بیرون میرفتیم یا حالا اگر یه چیزی اتفاق میافتاد منفی، حالا بالاخره مثلا هیچ کدوم نیستیم که همه چیزو مثبت باشه، بالاخره همه چیزای مثبت داریم یه چیزای منفی داریم. اتفاقی که افتاد این بود که خب اون باعث قضاوت همسر من در مورد من میشد و بعد ما فلش بک میخورد به اون حرف، یا من یادآوریم که آره به خاطر اون صحبت ها مثلا این اتفاق افتاده، خب خیلی تاثیرگذار بود. حتی یکی دو مورد عادت، حتی در مورد حالا راحت بازش کنم، یکیش مورد غذا خوردن من بود. من یه خورده تو غذا خوردن عجولم واقعیت، یعنی خودم اینو قبول دارم چون عادت کردم غذا چیز مهمی نیست برای من، سریع باید بگذره بره، چه دوره دانشجویی اینجوری بود چه دوران کار تایم براش نمیذاشتم. یه آدمی هم ایدئالیستم، سعی می‌کنم تایم من بیشتر برای مطالعه، برای کار، برای کاری که بیشتر روشون تمرکز دارم بگذره، برای غذا خیلی سریع غذا میخورم، یعنی سرعتم تو غذا خوردن بالاست. این حالا با یه لفظ بد به ایشون گفته بودن که مثلا ایشون غذا خوردنشون اینجوره اونجوره، و حتی باور کن هنوز هم به وقتا از خانومم بابت این تذکر میگیره و این برای من خیلی آزاردهنده است. یعنی تو فهم کنیم اون داستانی که پیش اومد هنوزم روی زندگی شما تاثیر منفی داره؟ به نظرم هنوز هست، چون خانواده‌شون هم من
اگر هم خیلی موقع اون اوائل قضا که میخواستم بخورم حس میکردم دارم معادله پیچیده ریاضی دارم حل میکنم، دارم یه کار پیچیده میکنم، اینقدر با آداب ریز میرفتم کاری انجام که تو زندگیم انجام نداده بودم. اولش برای که این دیدو از اونها دور کنم، مثلا من سعی میکردم که این اتفاق بیفته، یعنی بیام در واقع خیلی رعایت کنم که اون دید منفی رو برگردونم. فهمیدم. مرسی. من بخاطر اینکه مدیریت بکنم زمانو خیلی عذر میخوام که میام تو کلام شیرینت. دو تا سوال کوتاه دارم ازت، لطفاً اینا رو کوتاه به من جواب بده. سوال اولم اینه که به کیفیت رابطت از 5 چند میدی؟ 4.5. خانومت، اگه از خانومت بپرسیم ایشون به کیفیت رابطت از 5 چند میده؟ خانومم به کیفیت و رابطه همون از 1 تا 5 چند میده؟ خیلی سخت. الان نزدیکه بهت؟ آره. نیست چند میده ایشون؟ آره چند؟ میگه منم 4.5 میدم. میگن که 4.5. 4.5. و آخرین سوالم از شما این استش که شما، فهمیدم، آخرین سوالم اینه که اگه یه جوانی بیاد پیش شما بگه که من میخوام ازدواج بکنم تو سن خودت، چند سالت شما؟ من 35 سال. بگه احمد رضا من الان 27 سالمه، یعنی 8 سال پیش خودت، میخوام ازدواج بکنم، شرایطش تقریبا شبیه توه. مثل من یک شغل داره، مثل 7-8 سال پیش توه، مثل 7-8 سال پیش توه، مثل الان تونه. درست؟ میگه همه رضا مثلا پسرمو رفیق به نظر دارم باید چیکار کنم، یه خانم خوب پیدا کردم، یه همسر خوب پیدا کردم که فکر کنم خیلی مناسبه و اینها، پیشنهاد میکنی ازدواج بکنه؟ 100 درصد. نه 100 درصد، عالیه. من اون سن عالی بود و ازدواجم واقعا نتیجه خوبی برام داشت و کاملا راضی. الان دور و برم میبینم فردی که ازدواج ناموفق داشته، فردی که طلاق گرفته، افراد مجرد، ولی من واقعا از کیفیت رابطم و ازدواجم کاملا راضیم و واقعا تو پیشرفتم خیلی تر. خیلی ممنونم عمر رضا، مرسی که زندگی شخصی تو با ما و عزیزانمون که توی لایو بودن در میون گذاشتی، خیلی کار قشنگی. ممنونم که در حد خود مشارکت کردی، چون الان درس رو گوش بکنی خیلی میتونم به صحبت‌های تو ارجاع بکنم و امیدوارم که صحبت‌های من بتونه به زندگی شما، به این زندگی زیبای شما، زیبایی کوچیک بیشتری رو هدیه بده. می‌بینم تو لایو ادامه میدیم صحبت‌های درس‌ها. قربونت، به خانومتون سلام برسون. من فقط صحبت آخر بگم، ازتون خیلی ممنونم، پیجتون رو دنبال می‌کنم و واقعا الان یکی از انگیزام اینه که رابطه‌مو بهتر و قوی‌تر و شیرین‌تر بکنم. الهی دوستتم. بیا احسان آقا. قربونش برم. حالت چطوره همون؟ خیلی مون. قربونتون برم. مواظب خودتون باشید. خدا. خیلی ممنون. خدا. شما اینقدر بکنید ممنون میشم. بسیار عالی. حالا دست بریم سراغ درس. یه مقدمه گفتیم. احمد رضا زندگیشو با ما محبت کردشو گفت و حالا در واقع بریم سراغ این که چطوری میتونیم بفهمیم که این رابطه برای ماندن هستش یا برای رفتن هستش. نمیدونم چطوری باید این رو ببرم، این صفحه احمد رضا رو ببرم. چیکار کنم بچه ها به نظرتون که این صفحه احمد رضا بره و من کامل بشم؟ آها درست شد، خیلی خوب. فکر کنم خود احمد رضا این کار کرد. به نام خدا. گفتیم چرا این رابطه به پایان میرسه؟ چون که یه طرف یا میخواد رابطه به پایان برسه که قصدش اینه، یا حاضر نیست تلاش بکن، یا پای اختلال روانی در کاره. اختلالای زیادی میتونن به زندگی مشترک ضربه بزنن، ولی مهمترین اختلالی که پژوهشگرها گزارش میکنن اختلال خودشیفته است که در واقع خیلی روابط رو به سمت طلاق میبره. یکی یا دو طرف اگر به هم بخورن که خودشیفته باشن خیلی اذیت کننده است. معمولا یه طرف بیشتره میزان خودشیفتگیش و اون یکی رو از پا در میاره و به مرز افسردگی میبردش. خیلی از گزاره های رابطه ای که به طلاق کشیده میشه رابطه بین یک فرد خودشیفته و یک فرد افسرده است. بعدن یه دفعه راجع به اختلالات روانی و رابطه بیشتر با هم گپ میزنیم، اما خودشیفتگی بالا
که به سمت اختلال خودشیفته برسه میتونه خیلی راحت رابطه رو از پا در بیاره. چطوری بفهمیم یه رابطه به پایان رسیده؟ داستانی که ما تو ذهنمون از همسرمون داریم و از رابطمون داریم. به این داستان جان گاتمن میگه داستان سویچ آس یا سویچ ما. اون داستانی که در واقع ما چقدر نسبت به این زندگی مشترکمون نگرش مثبت یا نگرش منفی داریم. من قشنگ توی اون پنج نشان شناسی که برای شما دارم صحبت های احمدرضا رو براتون تحلیل خواهم کرد تا شما هم با پرسش همین سوالات نسبت به خودتون و یادداشت همین سوالات که من از شما خواهم پرسید بتونید تخمین بزنید که رابطتون در کدوم صف قرار داره. سویچ داستانی ما دو تا حالت داره که اگر سویچ مثبتش برده باشه ما نگاهمون نسبت به داستان زندگی مشترک مثبت هستش و مثل احمدرضا ایدمون این هستش که این داستان زیباست و تاثیرگذاره. و خب بیشتر زوجینی که به درمانگر مراجعه میکنن معمولا حداقل ابتدای امر ابتدای کار داستانشون داستان با سویچ منفی هستش و بیشتر گله هایی که دارن از رابطهشون معمولا خیلی کم پیش میاد که یه زوجی اینقدر هوشمند عمل بکنه که تو اوج رابطهش در واقع بره پیش یک درمانگر و بگه که مثلا ما خوبیم ولی میخواستیم بگه بار همه چی چک بشه. این هم خیلی کار درستی. سویچ مثبت مثل یک حافظه خوب از خاطرات خوب هستش، مثل این هستش که یک انسان در واقع مجموع نگرشش و مجموع حافظش نسبت به همسرش و رابطش مثبت باشه. نخستین بار همدیگر که ملاقات کردیم این یکی از سوالاتیه که پژوهشگران لاو لب که اون آزمایشگاه عشقی بودش که جان گاتمن در واقع تهیه دیده بود، یه آپارتمان کوچیک بود، این افراد کنار می اومدن تو اون آپارتمان حالا چند دقیقه تا چند روز گاهی اوقات این پژوهش ها به صورت متنوع ادامه پیدا میکرد و اونجا ازشون میپرسیدن که خب چطور با هم آشنا شدیم و این زوجین راجع به این با هم دیگه صحبت میکرد. یکی از مهمترین سوالاتیه که درمانگرها و این پژوهشگرایی که با شما صحبت کردن میپرسیدن فلسفه رابطه شما چیه؟ چرا با هم ازدواج کردیم؟ کیفیت ارتباطی شما با دیگران، کیفیت ارتباطی شما با هم اینا چطور هستش؟ راجع به اینا صحبت می‌پرسیدم. راجع به خاطرات زیبای زندگیشون می‌پرسیدم. مثلا اینکه من از احمدرضا پرسیدم قشنگ‌ترین خاطره شما در واقع نسبت به این اتفاق چیه؟ و اینکه تو روزهای پرکشمکش و سخت چگونه رفتار کردیم؟ چه مشکلاتی رو با هم دیگه به سمت جلو بردیم؟ اساس زیستی خاطرات یعنی داستان ما یعنی ببینیم که واقعا تأثیر داره. بله وقتی که شما داستانتو امروز برای من تعریف میکنی از گذشته داری تعریف میکنی، حالا ما میخواییم از طریق داستانی که تو امروز برای ما از گذشته تعریف میکنی آینده تو پیش بینی بکنیم، این کار آسونی نیست. چطوری این کار انجام میدیم؟ شما تحت تأثیر اون نگاهی که نسبت به زندگی مشترکت داری، من صدارم اینو بزنم که مقدار بهتر بشه، شما تحت تأثیر اون نگاهی که نسبت به همسرت داری تو زندگی مشترکه داستانهای گذشته رو با یک روایت تازه به ما میگی. این خیلی عجیبه، یعنی قبلا داستان رو یه جور دیگه ای تعریف میکردی ولی امروز یه جور دیگه ای تعریف میکنی. باور میکنید مغز ما در اثر تفکرات ما روایتش از یک اکسیدنت، از یک اتفاق، از یک خاطره عوض میشه و ما از نوع تعریف و تحریف تو میتونیم آینده زندگی مشترک تو رو برات پیش بینی بکنه. روانشناس کین بوهمن اومد با پنج نشانه با احتمال 94% طلاق رو و پایداری رابطه رو پیش بینی کرد. بچه خیلی عدد عجیبه. او در مصاحبه هاش پنج پارامتر رو بررسی میکرد و بر اون اساس میگفتش که این زوج به پایان خودشون به زودی میرسن یا یک زندگی پایدار خواهند داشت. این پنج پارامتر اونقدر مهم بود که اساساً با
94% صحت پیشبینی های بهمن درست در می اومدش. بهمن حین مصاحبه های شفاهی که انجام میداد توی زوجهایی که توی این پنج بود نمره کمی می گرفتن بعدا طلاق می گرفتن. میخوام شما رو با این پنج بود آماده بکنم. آماده نوشتن هستین؟ چون داریم به لحظات حساس نزدیک میشین و میدونم خیلی براتون جالب خواهد بود این درس. اگر موافق هستین این اشتراک عمل رو داشته باشین، این لایو رو همین الان اون موشکی که سمت راست هستش برای یه نفر بفرستید تا یه نفر بیشتر، حالا چه بعدن چه الان، این لایو رو ببینه. آماده هستین؟ 3 ثانیه طول میکشه. همه این کار رو بکنید. خب برای یه نفری که فکر میکنید چون واقعا بهش کمک میکنه، بعد یکی که بهمن داشت اسمش سیستم شیفتگی و تقسیم بود. زوجهای شاد داستانهای خودشون رو با حرارت و علاقه و احترام راجع به همدیگه میگفتن. توی داستانهاشون وقتی که میگفت چطور با هم آشنا شدیم، یک احترام تعریف تمجیدهای بسیار زیاد ناخودآگاهی و توی این روایت ما میدیدیم از زوجه. من چند تا مثال براشون نوشتم. مثال مثبت اول، وقتی اولین بار دیدمش با خودم گفتم عجب لبخند شیرین و جذابی داره. وقتی که آدم ها راجع به ابتدای زندگیشون امروز حرف میزنن، ما میتونیم فرداشون رو پیشبینی بکنیم. دوستانی که الان دارن به جمع اضافه میشن، ما داریم راجع به 5 نشانه برای تخمین آینده زندگی زناشویی و عاطفیمون حرف میزنیم. وقتی اولین بار دیدمش با خودم گفتم عجب لبخند شیرین و جذابی داره. ولی فردی که توی بعد یک بهمن نمره منفی میگیره، میگه که اولین بار که دیدمش بی‌حوصله بود، اولین بار که دیدمش آشفته بود، با دوستانش بیش از اندازه سرگرم بود. یعنی راجع به آشنایی و روز اول صحبت میکنه که ما الان میخوایم ببینیم که امروز خواهدتان یا آدمی که تو روز اول آشنایی شما بوده هم نقاط مثبت داشته هم نقاط منفی. ذهن شما در دراز مدت شروع به تحریف واقعیت میکنه. خیلی عجیبه. یعنی شروع میکنه روز اول عاشق نقاط قوت زن یا مرد شده، حالا الان تنها چیزهایی که یادش میاد از اون روز بسیار مهمه نکات منفی اون آدم هست. روز تولدش برای اولین بار که دیدمش با اون کاری که کرد خیلی ازش عصبانی شدم. اینم یه تجربه دیگه است. تازه $200 هم براش کادو خریده بودم. بعد دو، من بودن در مقابل ما بودن. بعد یک پس این شد. چقدر این آدم احساس شیفتگی و تحسین نسبت به همسرش میکنه. چطور میتونستیم متوجه بشیم؟ ازش میخوایم خاطره روز اول زندگیشو بگیم. خب حالا نکته هم بگم، اگر شما هنوز ازدواج نکردین، هنوز تو رابطه نیستین، این بود چطوری میتونه به شما کمک بکنه؟ سوگیری مثبت و یک خوشبینی حداقل برای کسی که تو رابطه است، مخصوصا رابطه ازدواجی، بسیار کمک کننده هستش. شما در دوران نامزدی اگر خیلی بخوای مثبت اندیش باشی و نگرش خوشبینانه داشته باشی، ممکنه سر کلا بره، چون ممکنه دور از واقعیت ببرتت جلو. اما پژوهش‌های روانشناسی ثابت میکنه زوجهایی که روابط پایداری با همدیگه دارن، روابط با کیفیتی نسبت به همدیگه دارن، یه مقدار ببخشید راحتش رو بخوام بهتون بگم، نسبت به هم انگار یه سری نفهمیدنی‌هایی هم دارن، انگار نکات منفی همسر روبروشون رو متوجه نمیشن. حتی برای یه فردی که از بیرون داره به قضیه نگاه میکنه، مثلا میگه که مرد خیلی سره، زن خیلی سره، ولی وقتی از خود مرد و زن میپرسی بعد از ازدواجشون، مرد میگه واقعا زن من خیلی به حق من، به گردن من حق داره. ببین چی شد. یعنی آدم ها از بیرون میگن این از اون سره، ولی اون یکی خودشون مدیون و بدهکار اونی که همسر تا اون زیادی میدونه. چرا؟ شاید واقعا یک فردی که از بیرون رابطه رو میبینه درست‌تر میگه، از نظر موقعیت اجتماعی، از نظر موقعیت مالی، از نظر فرهنگی، از نظر تحصیلی، ولی برای آدمی که ازدواج کرده و داره عشق تولید میکنه، کارخونهش کار عشق تولید میکنه، این مصداق ها
براش نگاه فاشیستی از باورش نداره، یعنی میگه که یعنی چی مثلا. ولی در زوجین که قرار طلاق بگیرن این نگاه هست، یعنی آدما هی اندازه میگیرن، هی خودشون رو اندازه میگیرن ببینن واقعا سرشون کلا نرفته باشه. ولی در زوجینی که وارد یک رابطه شیرین و جذاب شدن، اندازه گیری ها به تدریج ها، نه یهویی یه شب از بین بره، اندازه گیری ها یواش یواش کم میشه و اصلا در واقع خودگستری اتفاق میفته. یعنی من خودم رو در او میبینم و اصلا وقتی که من قسمتی از او هستم، او قسمتی از من هستش، دیگه ماجرا دیگه کاملا عوض میشه. خب این خیلی بودای خاصی دیگه، بیشتر از این عمیق نشیم. بود دو، من بودن در مقابل ما بودن. راجع به احمد رضا بهتون بگم، توی بود یک من زیاد شیفتگی و تحسین ایشون نسبت به همسرش ندیدم. یعنی احمد رضا آنچه که به نظر میرسید، وقتی این همه حدس من دانش آموز روانشناسی هستش، چون شاگرد روانشناسی هستم تا انتهای عمرم، همه حدسه و امیدوارم احمد رضا دست من ناراحت نشه و هیچ کدوم شما. اما احمد رضا در صحبتاش بیشتر روی خودش داشت توضیح میداد و حتما رابطه با کیفیتی دارن، ولی تمرکز اصلیش روی خودش بود. حالا دوستانی که الان در وسط کار دارن به ما اضافه میشن، حتما انتها تا انتها ببینن، بعد یک بار برن مصاحبه من و احمد رو هم ببینن. احمد رضا در خاطرات و گفته هایی که داشتش، مانور اصلی شجب خودش بود و نسبت به خانومش قدان بود، چون زندگی خوبی رو ایجاد کرده بودن، ولی میزان شیفتگی و تحسینش نسبت به همسرش در واقع من اونقدر ندیدم. حالا واقعا میگم این مصاحبه هم مصاحبه آنورمالیه، یعنی جلو 2000 نفر آدم وقتی داری راجع به خانواده صحبت میکنی حالتا اصلا گیج میشی و همین خاطر ما مطمئن نیستیم، فقط اینها حدس و گمان هستش. بریم راجع به بود دو، من در مقابل ما بودن. یعنی من خیلی تلاش کردم از احمد رضا خاطراتی در بیارم که به این اشاره بکنه، اما هر بار که احمد رضا میگفت من یه دونه علامت میزدم و تعداد منهای احمد رضا تقریبا 3 تا 4 برابر بیشتر بود. حالا برای که دقیق ترم بهتون بگم، اساسا میشه یک بار دیگه این لایو رو دید، پژوهشگرای عزیزی که تو لایو هستن اینو بررسیش بکنن، چون من یه جاهایی حواسم به کامنت و اینا میرفتش، ممکنه که درست حساب نکرده باشم، اما تا جایی که علامت زدم دیدم که تعداد منهای احمد رضا بیشتر از ما بود. من در مقابل ما بودن یه جاییه که شما ناخودآگاهت وارد یک واحد شده، یک واحدی که تو و همسرت با هم اون تو هستی، واسه همین این جدایی کمتر اتفاق میفته. با من میگه که زمانی که فرد بیشتر رو من و منیتش اصرار داره، توی ذهن ناخودآگاهش تو این رابطه هنوز ما نشده و این خودش میتونه یه نشانه‌ای باشه برای اینکه این رابطه هنوز به بالاترین سطح کیفیت خودش دست پیدا نکرده. زوجهای شاد، زوجهای پایدار، زوجهای که حتما میشه گارانتی کردش که اینها تا انتهای عمر با هم خواهم بود، در داستانهایی که با هم دارن حس با هم بودن اونها خیلی تجربه میشه و اونها اصرار دارن که تو یک واحد قرار داشتن. بیشتر اوقات از واژگانی استفاده میکنن که به باورها و ارزشها و اهداف مشترکشون اشاره میشه. مثلا سوال درمانگر اینه که یک زوج خوب از نظر شما چیه؟ مثلا درمانگر این سوال رو میپرسه، یک زوج خوب از نظر شما چه مشخصاتی داره؟ چه شکلیه؟ کیه؟ احتمال خیلی زیاد یکی از این زوجین توی اتاق درمان پاسخ میدن که میگه که خود ما خیلی زوج کاملی هستیم و فکر میکنم که واقعا جوانا اگه بیان این خوره از ما یاد بگیرن در واقع خیلی اتفاق خوبی خواهد افتاد. این به منزله این نیستش که رابطه این دو نفر رابطه بدون اشکالیه یا اونها با هم مسئله ای نداره.
توی لایو قبلی وقتی که راجع به تیپ بندی زوجین با شما صحبت کردم به این موضوع اشاره کردم که اومدم تو لایو قبلی گفتم که ما 5 تیپ زوج داریم که از طریق اون 5 تیپ هم پیش بینی کردیم که آینده چه اتفاقی برای اونا خواهد افتاد. آیا زندگیشون پایداره؟ آیا زندگیشون شاده؟ و یا کدومش؟ وقتی زوجین احساس یک واحد بودنشون رو از دست میدن، مشکلات و اتفاقات خوب زندگیشون رو به گونه‌ای تعریف میکنن که بر جدا بودنشون تاکید داره، نه به صورت یک واحد و زوج. یعنی وقتی که طرف خودش رو با همسرش تو یک واحد نمیبینه، ممکنه که در وقتی خاطراتش رو داره برای شما تعریف میکنه، جوری این کار رو انجام بده که رو جدا بودنشون و تفاوت‌هاشون بیشتر تاکید داشته باشه. من به حمید گفتم به نظرت این رفتار منصفانه؟ به نظر من این رفتار منصفانه نیست. همین جواب داد، این پول منه، من اون رو درآوردم، پس خودم تشخیص میدم چه جوری خرجش کنم. نگاه کنید تو این مثال، به نظر من، به حمید گفتم به نظر من این رفتار منصفانه نیست. من به نظر من، دو دفعه من، همین جواب داد، این پول منه، من اون رو در آوردم، پس خودم تشخیص میدم چطور خرجش کنم. توی مجادله ها زوجینی که احتمال داره در آینده به مشکل بخورن یا نشون بده بحثشون که امروز کیفیت بالایی نداره زندگیشون، تأکید یکی یا هر دو طرف روی من بودنشون. همونطور که میبینید و زوجینی که احتمال داره در آینده نتونن رابطه خوبی تشکیل بدن، همشون یک وجه مشترک دارن، اینها خیلی نگرششون نسبت به همدیگه منفی. انگار فراستی مسعود، آقای مسعود فراستی زندگی همدیگه، قراره که هی از همدیگه انتقاد بکنن و ایرادای همدیگه رو پیدا بکنن و تلاش فرد برای اینه که بتونه برچسبای منفی بیشتری بزنه، ایرادات منفی بیشتری پیدا بکنه که با اون بتونه احتمالاً بعداً امتیازات بیشتری بگیره. بعد 3، میزان نقشه عشقی. توی مصاحبه من و احمد رضا ما نمیتونیم خیلی اعتقاد داشته باشیم زمان کافی برای این بودش که احمد رضا کافی حرف بزنه، مثلا راجع به بعد 3. تو بعد 3 اعتقادمون این هستش که، یعنی بهمن میگفتش که کسانی که اطلاعات زیادی راجع به همسرشون دارن به احتمال زیاد در آینده زندگی شادتری خواهند داشت. چرا؟ چون تو وقتی اطلاعات زیادی راجع به همسرت داری، نشان دهنده خیلی چیزای مثبتیه. نشان دهنده اینه که تو به او گوش کردی، با دقت بهش گوش کردی، 2، بهش توجه کردی، نگاهش کردی، لمسش کردی، ازش سوال پرسیدی، و 4، مکالمات طولانی باهاش داشتی. و همه اینها از نگاه جان گاتمن نقشه عشقیه، چون اصطلاح نقشه عشقی مال جان گاتمن. هر چقدر زوجین اطلاعات بیشتری راجع به هم دیگه داشته باشن، احتمالا رابطه طولانی تر و شادتر و با کیفیت تری دارن. چه اطلاعاتی؟ همسر من میتونیم یادداشت بکنید، این 5-6 تایی که میگم مهمترین اطلاعاتی که زوجین باید راجع به هم دیگه داشته باشن. یه کتابم تو لایو 2 به شما تو این زمینه معرفی کردم به نام 8 قرار ملاقات جان گاتمن، که کتاب تمرینی خوراک اینه که کتاب رو برداری با خانومت با شوهرت بلنشین بریم کافه این سوالا رو از هم دیگه بپرسیم تا نقشه عشقی شما کامل تر بشه. همسرم به چه چیزایی توجه داره؟ چه سرگرمیایی، چه علومی، چه کتابهایی؟ مهمترین داستانهای زندگی همسر من چیه؟ ناراحت کننده ترینش، خوشحال کننده ترینش؟ ترس های همسر من چیه؟ وقتی که یه زوجی راجع به هم دیگه اطلاعات بیشتری دارن و حتی میدونن که احساسات این افراد کجا منقلب میشه و کجا خودشونشون میده، این همه بیانگر این هستش که
این زود چقدر اینجا ما من حالا اگر که مشهد خانم صدای من میشنوه یک کمکی میخوام ازشون اگر بیان یک کمکی من بدم من میشه. یک بود مهم نقشه عشقی اینه که چه چیزهای راجع به همسرم میدونم و چقدر خوب و با انرژی اون رو تعریف میکنم. مثلا تو ممکنه چیزهایی بدونی ولی بد تعریفش بکنی. مثلا میگه که واقعا میدونی مثلا حمید ما تا 5 سالگی جاشو خیس میکرده، یعنی چی آدمی شوهر من شده. یا یکی دیگه دقیقا همین خاطره رو برای دوستش توی تعریف میکنه، یه قربونش برم میدونستی حمید ما تا 5 سالگی الهی خودشو خیس میکرده، قربونت برم من جان. یعنی یه خاطره ای که شاید یه خودم تازه مشمعز کننده باشه ولی برای همسره خیلی چیز جالبیه، خیلی برای خیلی قشنگ اینو تعریف میکنه، خیلی جالبه. شارژر اینو میشه خواهش کنم بزنی؟ این اینجا همینجاست چون یه دونه لو باتری زد از دستش نکن. آره دیگه اونو میشه برش دو قطع میشه. مرسی. نه آها اینو پس دیگه ما صدا رو از دست میدیم پس احتمال شارژ داره. چی شارژ داره؟ صدا شارژ داره. آره ولی بعد به موبایل وصل بشه تا صدا شارژ داشته باشه دیگه. خب اب نتر من بلندتر صحبت کنم چون موبایل ممکنه که کلن شارژش نمون بشه. مرسی. میزنم هنوز شارژ نشد. ببخشید دوست. کلیگویی راجع به خاطرات میتونه نشون دهنده حالت تدافعی آدم ها نسبت به هم دیگه باشه بچه ها. یعنی من با زوره توی احمد رضا این کلیگویی رو دیدم. یعنی احمد رضا به نظر من خاطراتی که تعریف میکرد خیلی کلی تعریفش میکرد. البته میگم خیلی شرایط جالبی نبوده، به خاطر اینکه میگم وسط 2000 نفر داشت راجع به زندگی صحبت میکردش، به همین خاطر احمد رضا از خیلی از حرفای من میتونه مبرا باشه. ولی توی اتاق درمان اینا رو خیلی راحت‌تر میشه فهمید. میشه فهمید که آقا احمد رضای نوعی خیلی خاطرات کلی تعریف میکنه. کلیگویی راجع به خاطرات میتونن نشان دهنده حالت تدافعی زوجین به گذشته عشقی همسرشون ارتباط داشته باشه، اما جزئیات مخصوصا مثبت و خوشحال کننده دقیقا برعکس. یعنی هر چقدر فرد جزئیات بیشتری راجع به همسرش بدونه و اونها رو با خوشایند بیشتری با نگرش مثبت بیشتری تعریف بکنه، در واقع ما میتونیم احتمال بدیم که اینها ادامه زندگیشون زیباتر خواهد شد. در دوران نامزدی کار خاصی انجام ندادیم، اونقدر کار داشتیم که به هیچ چی نرسیم. اینا جملاتیه که یک فردی که نقشه عشقی کوتاه و کوچیکی راجع به همسرش داره از زبانش میتونیم بشنویم. یا میگی سفر چطور بودش مثلا مجید جان، حمید جان، احمد رضا، مهسا جان، رویا جان، جواب میده که خوب بود، خوش گذشت. انگار یه مقاومتی وجود داره برای اینکه حتی به عزیزترین کسش راجع به اون اتفاق مشترک حرف بزنه. یا وقتی درمانگر بیشتر اوقات از مردها سوال میکنه که ویژگی های خوب همسرت رو هم بگو، حالا که به مشکل خوردی ولی ویژگی های خوب همسرت رو چی هست؟ معمولا میگه که مهربونه، آدم با سخاوتیه. بله تموم شد. بعد که میگی راجع به ویژگی های مثبت خودت توضیح بده 3 صفحه برات پر میکنه. حالا اینجا سوال پیش میاد، یعنی پرحرفی نشان دهنده این است که زوجین شادن، زوجه خوبی هستن؟ جان گاتمن اینجا جمله خیلی مهم داره که من اون رو براتون میخونم. میگه اینگونه نیستش که همه زوجهای شاد پرحرف باشن، اما اگر رابطه رضایت بخش باشد حتی ساکت ترین زوجها هم خاطرات خوبی تعریف میکنن که خاص و متفاوت است. بنابراین وقتی من هیچ خاطره ای راجع به رابطمون و زندگی مشترکمون و همسرم ندارم، این میتونه نشون بده که من توجهی ندارم. من اصلا به این زنه به این مرده نگاه نمی کنم. من اینطوری هم توی رابطم، یا اینطوری هم باشه خانم مرسی، باشه عزیزم مرسی، باشه آقا متشکرم، ولی نگاه نمی کنم. تا میاد حرف میزنه گوشامو میگیرم.
این میشه اون رابطه ای که ما میتونیم اضمحلالش و نابودیش رو از بین رفتنش رو پیش بینی بکنیم. بعد چهارم، تمجید از همسرم در کشمکش ها، در اتفاقات بعد. بهمن میگفتش که خیلی راحت از زوجین ما پرسیدیم که بزرگترین کشمکش های زندگی شما چیست، اونها توی کشمکش هاشون وقتی که اتفاقات منفی و کشمکش ها رو تعریف میکنن به این اشاره میکنن که خیلی یاد گرفتن، خیلی توی اون مسئله بهشون کمک شده، نگاهشون بیشتر روی پیامدهای مثبتیه که تو رابطه برداشت کردن. خیلی جالبه. یعنی وقتی که با احمد رضا صحبت میکردی و خاطره منفی که براش پیش اومده بود و تعریف میکرد، مثل بدگویی هایی که در دوران نامزدی راجبش شده بود، احمد رضا با تلخی راجب اون اتفاقات صحبت کرد اما از عبور کردنشون زیاد حرف نزد و یا از پیامدهای مثبتی که تو اون زمینه وجود داشت زیاد حرف نزد و یا از تأثیر و اثرگذاری همسرش در این رابطه زیاد حرف نزد. میگم باز دوباره تاکید میکنم چون که این شرایط شرایط یک لایوه و اصلا نمیشه قضاوت درست و نتیجه گیری درستی کرد. بعد تو اتاق درمان توی یه گفتگوی آرامی سوالات رو پرسید و بعد عکس العمل احمد رضا رو دید. ولی میگه بهمن میگه که زوجینی که وقتی خاطراتشون رو راجع به کشمکش ها تعریف میکنن خیلی به این اشاره میکنن که چگونه از این جهنم عبور کردن و این جهنم چگونه به اونها کمک کرد که زوجین همسر و رابطه بهتری بسازن. خیلی عجیبه. این درس و این نکته من رو یاد یه لایوی چند ماه پیش انداخت برای شما گذاشتم از خانم کارول دوک که ایشون میگفتش که آدم ها رو میومدن نظر ذهنیت و مایندست به دو دسته الگوی رشد و الگوی ثبات تقسیم میکرد. همین چند روز پیش هم که داشتم برای بچه های فینالیست عصر جدید صحبت میکردم قبل از فینال به اونها هم این درس رو دادم چون فکر میکنم خیلی مهمه. بهشون داشتم مشورت میکردم میگفتم که ببینید بچه ها آینده شما رو میشه از نگاه شما نسبت به شکستتون در عصر جدید بررسی کرد. افرادی که از نگاه خانم کارول دوک بعد از اتفاقات منفی بعد از چند روز گذشته، چند ساعت، چند روز و یا حتی چند ماه تو اتفاقات بزرگتر میتوانن نکته یاد بگیرن، میتوانن بفهمن که اون اتفاق اینو بهشون اضافه کرد، به اینا میگیم الگوی رشد. کسانی که همه تلاششون این هستش که در یک اتفاق موفق باشن و اگر شکست بخورن و اون اتفاقی که میخوان براشون نیفته احساس بازندگی مطلق میکنن، به اینا میگیم الگوی ثبات. من به نظرم میاد که تو بعد چهارم بهمن اشاره به این هستش که آیا ما، یعنی ما اون زن و شوهری که با هم هستیم، نسبت به کشمکش ها و اتفاقات منفی زندگیمون آیا تونستیم پیامدهای مثبتی که به رابطه، به زندگی مشترک ما، به واحد ما اضافه کرده، اضافه شده رو بفهمیم؟ آیا ما همچین زوجی هستیم؟ این توی خاطرات مشخص شد. بچه دقت بکنیم، ما نمیتونیم از یه زوج بپرسیم آیا شما با هم خوبین. من از احمد رضا پرسیدم، نظرش هم برام محترمه، ولی عددی که احمد رضا و همسرش 4.75 و 4.5 دادن به نظرم خیلی عدد بالاییه. راجب این تقریبا مطمئنم. یعنی یه جورای تعارف رو در بایستی که باز دوباره بهشون حق میدم که تو این وسط اینها رو گفته باشن، ولی من حتما به جفتشون میگم که نه اونها، همه ما. 4.75 خیلی رابطه عجیبیه. یعنی اصلا من بعید میدونم که اصلا کسی الان تو جمع ما حتی شاید 1 در 2000 نفر این رابطه رو داشته باشه، چون خیلی کار سختیه که شما 4.75 تو رابطه باشی.
ما در بعد چهارم تمجید از کشمکش ها، تمجید از همدیگه در کشمکش ها راجع به این صحبت میکنیم که خاطرات رو چجوری تعریف میکنیم. ما به جای اینکه از آدم بپرسیم که آیا تو همسرت رو دوست داری، آیا تو به نمره به رابطت از 5 چند میدی، به جاش میریم میگیم که آقا آخرین دردسر زندگی تو برام تعریف بکن. بعد تو دردسری که تعریف میکنه میبینم چقدر به همسرش ارادت داره، میبینم چقدر راجب ما بودن توی رابطه صحبت میکنه، راجب این که چه چیزهای زیبایی به این زوج، به این رابطه اضافه شد. چند تا مثال آوردم. وقتی مکان شغلی همسرم دورتر شد، من تنها تر شدم. به نظر شما این جمله نشان دهنده این هستش که او داره نشون میده که چیزی یاد گرفته، چیزی بهش اضافه شده؟ پاسخ منفی. این جمله نشون میده که بیشتر این همسر نگرش منفی راجع به اتفاقات منفی و کشمکش ها داره. آدمی نیست که چیز زیادی یاد گرفته باشه. اما اون فردی که من دنبالشم اینه، میگه وقتی مکان شغلی همسرم عوض شد، من وقت بیشتری برای مراقبت از فرزندانم، برای مراقبت از خودم، برای ورزش کردن، برای مطالعه کردن، برای درس خوندن پیدا کردم. خیلی جالبه. میگه این زوجین که بعد از مشکلات، بعد از دغدغه ها چیز جدیدی رو فکر میکنن بهشون اضافه شده، رابطه شادتر و پایدارتری احتمالا خواهند داشت. اختلاف پدر مادر همسرم با من باعث شد که زندگی ما به هم بریزه. ببین داستان رو داره برای تعریف میکنه، ولی نکته مثبتی پشت داستانش وجود نداره. اختلاف پدر مادر همسرم با من باعث شد که زندگی ما به هم بریزه. چیز مثبتی تو میبینی توش؟ اختلاف پدر و مادر همسرم با من باعث شد که ما به هم نزدیکتر بشیم. میبینی چطوری تعریف میکنه؟ اشاره به کلمه ما، پیامدی که در اون مشکل و دغدغه پیدا کردن. به قول اکتیا، گنج را در رنج یافتن. این نیازمنده اینه که یکی از طرفین حداقل الگوی ذهنیت رشد داشته باشه، نگاهش نگاه یادگیرنده باشه نسبت به زندگی، بگه که بعد از چند وقت من انتظار ندارم کسی میخوره زمین که خیلی خوب شد، خوردم زمین، خدا رو شکر فهمیدم زانوم در واقع مثلا مشکل داشته، حالا الان میرم عملش میکنم، مشکلم حل شد، چقدر خوب. نه، اینو نمیخوام. ولی بعد از اینکه یه تصادف کردن و بعد متوجه شدن که مثلا موتور ماشینشون خیلی افتضاح بوده، بعد برمیگرده میگه که ما تصادف کردیم، شمالمون هم خراب شد، اما به همسرم، با همسرم داشتیم صحبت میکنیم، این انجیر رسیدیم، چقدر خوب شد که این اتفاق افتاد، چون ما داریم بچه دار میشیم، اگر در زمانی که بچه ما چند ماه بود این اتفاق میفتاد خیلی اذیت میشد. نگاه کن یه چیزی انگار بهشون اضافه شده. یه جمله بود توی کتاب چگونه عشق پایدار میماند از انتشارات فراروان از جان گاتمن، که احساس کردم به این تیکه خیلی مرتبطه. میگه زوجهای شاد با تعریف کردن لحظات سختشان احساس رضایت میکنند. آنها در حین صحبتشان تأکید میکنند که چگونه اتفاقات بد باعث قوی شدن تعهدشان نسبت به هم شده است و معمولا به تمجید از چالش میپردازند. اما بیشتر زوجین راجع به مشکلات خیلی سطحی حرف میزنن. آره دیگه، یه اتفاقی افتاد و بله پنچر شدی، نتیجه گیری، پیامدی، چرایی شناسی. بعضی از اونها فقط به فشار وارده اشاره میکنن. پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، له شدیم. یعنی این دو گروه میتونن نشوندنده این باشن که تو بود چهارشون میلنگه. خلاصش این جالبه که بهمن میگه که تو بود چهار خیلی ربطی به عمق اتفاق بدی که افتاده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه آدم ها میتونن از
عمیق‌ترین مشکلات و گرفتاری‌هاشون با آدمایی که تو رابطه خیلی خوب و درستی قرار دارن میتونن تو عمیق‌ترین فشارهایی که بهشون وارد میشه هم در واقع برداشت‌های درست حسابی داشته باشن. اینو چرا گفتم؟ چون بلافاصله بعد از حرف من مطمئنم تو یکی دو تا خونه که زن و شوهر داشتن با هم نگاه می‌کردن، اون یکی برگشت گفت البته ماجرای ما خیلی فرق داره، خیلی مشکل ما بزرگتر بود. پس بنابراین ما میتونیم بچه‌ها پیش بینی بکنیم که یک آدم واقعا آماده ازدواج هست یا نه. اگر یک فردی یک الگوی فکری ثبات داشته باشه، فقط به فکر برد باشه، قاعدتا توی یک رابطه زناشویی خیلی به نتیجه خوبی نمیرسه. واسه همینه که شما حتما باید قبل از ازدواج به مشاوره پیش از ازدواج برین، چون مشاوره شما یه همچین چیزایی رو چک میکنه که اصلا این فرد به بلوغ فکری و عاطفی رسیده که بخواد با تو زندگیش رو در میون بگذاره و مشترک بشه. واسه همینه که ما بهتر قبل از ازدواجمون به یک خودشناسی رسیده باشیم. واسه همینه که قبل از ازدواجمون خوبه که ما یک سری مهارت‌های روانشناسی رو به دست آورده باشیم. بُعد پنجم، ناامیدی یا رضایت از زندگی مشترک. بهمن میگه که تو زوجینی که فرد نگاه مثبتی نسبت به ازدواج خودش و کلن پدیده ازدواج داره، نشون دهنده اینه که در آینده رابطه شاد و پایداری با هم دیگه خواهند ساخت. و این نقطه درست احمد رضا و همسرش بود. یعنی احمد رضا خیلی جدی راجع به اینکه ازدواج درسته و کار درستی، هم ابتدای لایف اشاره کرد، ابتدای گفتگوش اشاره کرد و هم انتهاش. برای ما میتونیم مطمئن باشیم که احمد رضا به خانومش امتیاز شماره 5 رو میگیره. حالا چرا اینقدر این امتیاز شماره 5 مهمه؟ به خاطر اینکه بومن میگه که شما اگر در هر پنج مورد نمره منفی بگیرید، طلاق شما 100. شما 100% از هم دیگه طلاق میگیرید. ولی حتی اگر در یکی از اینها شما نمره مثبت بگیرید، که من مطمئنم احمد رضا اگه فرصت بیشتری داشت تو چند تا از اینا نمره مثبت میگرفت، تو یکی از اینا نمره مثبت بگیرید، هنوز رابطه شما قابل احیاه، هنوز رابطه شما قابل ساخته. زوجهایی که در آینده جدا میشن به احتمال زیاد یکی یا هر دوتا زوج به صورت جدی به ناامیدیش از آنچه که در رابطهش به دست آورده اشاره میکنه. دارم بُعد پنجم رو توضیح میدم، یعنی خیلی محکم به این اشاره میکنه که بله ما رابطه خوب، مثلا من راضی نیستم، من فکر نمیکردم اینطوری بشه. در واقع میشه گفت بُعد پنج نشون میده که یکی یا هر دوتا زوج سیلی واقعیت رو خوردن. توی 5 تا لایو اکت بودش که توی ابتدای سال برای شما گذاشتن و چه لایوایی، امیدوارم که همه تون ببینیدش. اونجا در واقع فرد میبینیم از دستاوردهاش تو این زندگی مشترک راضی نیست. دو تا مطلب منفی داره. احتمالا کسی که از دستاوردش در زندگی مشترک راضی نیست، انتظار دستاورد آوری از رابطه داشته، در صورتی که ما بهتر میدونیم که این رابطه بهتر کارخانه و تولید کننده دستاورد نباشه، به شکوفایی من کمک کنه. و دستاورد یکی از 5 پارامتر شکوفاییه، نه همش. پس بنابراین یه نکته منفیش اینه که او رو دستاوردها خیلی فوکس شده و داره تمرکزشو گذاشته روی. دو، یکی راضی نیست از این دستاوردها، راضی نیست. و این نارضایتی فقط یک نارضایتی نیست، چون وقتی تو از دستاوردهایی که در زندگی مشترک به دست آورده این ناراضی هستی، اساساً از زندگی ناراضی هستی و این نارضایتی به تو اجازه قدردانی از چیزهایی که داری را هم نمیدهد. دو نارضایتی معروفی که وجود داره، من از آنچه به دست آوردم راضی نیستم، من به کل فرایند ازدواج بدگمانم، که این دومی خیلی امروز تو جامعه ما زیاده و اساساً بیشتر کسانی که راجع به ازدواج صحبت میکنن ناراضی هستن و به همم توصیه میکنن ازدواج خوب نیست، درست نیست. چون که میگن یک فردی که ناراضیه میره به 13 نفر میگه، یک فرد راضی به 1 نفر. اینو بازاریابا میگه. و امروز ناراضی ها تو بوق و کرنا کردن
تا در واقع بتونن این مسئله رو جدی بگن. دومین دلیل اینه که تو ایران ما اعتقادی داریم، میگه راجع به زندگی مشترک اگه راضی هم هستی به کسی نگو چشت میزنن. این دوتا دلیل عمده از نگاه یکی از اساتید جامعه شناسی من باعث شده که ما بیشتر تعریف‌های منفی بشنویم. ولی شما امیدوارم انقدر خوشبخت باشین که دور و برتون یک زوج خوشبختی باشه که راجع به محسنات و خوبی‌های رابطه عاطفی و زناشویی با شما گرد بزنه، چون این به شما کمک می‌کنه که شما نیم نگاهی هم نسبت به آینده داشته باشین. حالا شاید امروز شرایط ازدواج نداشته باشین، اما می‌دونید که این ازدواج می‌تونه طیف زیبایی هم به شما بده اگر که شما آماده باشین. من به نظرم میادش که آدم هم میتونن برای ازدواج آماده تر بشن. میپرسیم این استش که میگیم به زوجهای جوانی که قصد ازدواج دارن چه توصیه‌ای داری؟ همون سوالی که من از احمد رضا پرسیدم. یه دونه مثال آوردم از خود گاتمن، میگه که از زمانی که داره از یکی از اتاقهای درمانش صحبت میکنه، میگه از زمانی که فهمیدم، خانومه داره میگه راجع به آقای، میگه از زمانی که فهمیدم همسرم برای نوشتن وصیت‌نامه‌اش از من کمک نگرفته به شدت ناامید شدم. ازدواج چیزی که من فکر میکردم نیست. اگر شما این نشانه رو در رابطتون میبینید، این احتمال داره که نشانه خوبی نباشه. چیزی که شک میگیرد یک بازی بزرگ کنترل زنه داره میگه. درمانگر ازش میپرسه چرا با او ازدواج کردی؟ من دلیلی نداشتم، اما به درستی فکر کردم که بدون او نمیتونم زندگی بکنم. این نشان دهنده مثبت بودن نگاه فرد هستش، یعنی نگاهش نسبت به همسرش یک نگاه مثبت. خب خلاصه جنبندی بکنیم این پنج نشانه رو، توی 5-6 دقیقه آینده درسمو به پایان میرسونم، سوال جواب میکنم و امیدوارم که انقدر خوب یاد گرفته باشین که سوالای خیلی تخصصی خوبی بپرسین به اونها جواب بده. میگه اگر تمام این 5 بود منفی نباشن، رابطه قابل نجاته. یه جایزه میخوام بهتون بدم بچه‌ها. کسایی که صفحه شکوفایی رو در واقع فالو داشته باشن، برن توی دایرکت برن به صفحه شکوفایی، بگن که من تست میخوام. میخوام تست، این که یه تست 55 سوالی داره گاتمن، میخوام اونو براتون بفرستیم، هدیه ما به شماست، که شما هم تست رو میزنی کاملا متوجه میشی که این رابطه بمانم یا برمم. اگر الان متوجه نشدی که من از همین صحبت ها هم کافیه، ولی خب این تست هم میتونه جذاب باشه. اگر تمام این 5 بود منفی نباشه، رابطه قابل نجاته. ببینید چقدر بیشتر روابط قابل نجاتن، چقدر ما راحت از روابطمون میگذریم. خیلی احتمالش کمه که هر 5 بود این روابط، هر 5 بود بهمن خراب باشه. همه ما این شانس رو داریم که حداقل تو یکی دو تاش در واقع اتفاق خوبی افتاده باشه. داستان ما نشون دهنده این هستش که توی 5 بود آیا باید بمانم یا برم. اگر میبینید که هر 5 بود یه بار با هم دوره بکنیم، داستان شما، داستان ازدواج شما نسبت به شیفتگی و تحسین همسرتون کمه، یعنی شما خیلی کم همسرتون رو تشویق میکنید یا همسرتون شما رو خیلی کم تشویق میکنه. 2، تعداد من در مقابل ما خیلی بالاست، یعنی من بیشتر راجب خودم صحبت میکنم، راجب ما زیاد صحبت نمیکنم. 3، نقشه عشقی کمی نسبت به همسرم دارم و همسرم هم راجب من خیلی کم میدونه. 4، من و همسرم خوب نمیتونیم از کشمکش ها با نتیجه مثبت بیرون بیایم. 5، به طور کلی ازدواجم، رابطم باعث شده که نسبت به فرایند ازدواج خودم و نسبت به ازدواج ناامید باشم. هر 5 تا اینا رو اگر داشتین، احتمالاً باید به فکر جدایی باشین، چون به نظر میرسه که بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که مرگ رابطه رو بپذیریم، عزاداری بکنیم و بعدن به راه خودمون ادامه بدیم. چون وقتی که این 5 تا با هم دیگه نیستن،
خیلی اتفاق عجیبیه. اینجور موقع ها حتما باید زحمت بکشین پیش درمانگر و مشاور طلاق بریم، مشاور ازدواج و طلاق بریم، و اگر این 5 تا نشانه رو به صورت محکم در رابطتون میبینین همش با هم بد باشه بچه، دقت بکنین هر 5 تا اگر باشه بعد بریم، ولی قبل از اونم باید با مشاور و روانشناس صحبت بکنین، چون ممکن تو اشتباه تشخیص بدین. و اگر هم دیگه این عزیزان هم گفتن که نه این رابطه باید تموم بشه، دیگه این نشان دهنده این هستش که باید برای یک سوگواری و عزاداری آماده بشی و لباس جدید زندگی تو به تن بکنی. اما به نظر میاد که 90%، بیش از 90% روابط شما بالاخره یکی از این 5 تا توش درست هست، و این یعنی که حالا بعد از اینکه تست رو بهتون گفتم، تست رو بهتون میدم، اونا که صفحه شکوفایی رو فالو کرده باشن میرن تو دایرکت میفرستن، ما براشون ارسال میکنیم فردا پس فردا. بعد شما تست رو میدی میشه پری تستد، بعد وارد دوره شکوفایی میشی مثلا، که خیلی میتونه به رابطه شما کمک بکنه، روانشناس دوره به شما کمک میکنن، کوچ های دوره به شما کمک میکنن، دوره رو میبینید، یا پیش درمانگر میری که به نظر من هر جفت اینا با هم باشه خیلی بهتره. بعد اون وقت بعد 3 ماه دوباره پست تست میگیری، همون تستی که برات فرستادیم دوباره میدی، میبینی که نمرت داره بالاتر میره، پس نشون دهنده این هستش که رابطه شما داره بهبود پیدا میکنه. به یه فرمول کامل دارم در اختیارتون میذارم که در واقع شاید اگه 10 تا دورم بری ببینی اینا توش در نیادش، ولی حتما بعد مداخله مثبتی اتفاق بیفته. یعنی شما نمیتونید همینطوری رابطتون ادامه بدین، انتظار داشته باشین همه مشکلات به لطف زمان و به موهبت الهی برطرف بشه. شما باید همت بکنید. و این جمله غلطه به نظر من، که اگر همسر من با من هیچ مشارکتی نمیکنه، به نظر من بیشتر همسران شما اهل مشارکت هستن، منتها به شرطی که شما قدمهای اول رو در دراز مدت 1 ماه 2 ماه بردارید. اگر شما دیدی 2 ماه داری زحمت میکشی تو این رابطه، 3 ماه داری تو این رابطه زحمت میکشی، او هیچ قدمی بر نمیداره، میتونی بگی که همسر من هیچ قدمی برای من بر نمیداره، هیچ قدمی برای این رابطه بر نمیداره. ولی معمولا این شکلی نیست. بیشتر آدما وقتی که 2 ماه 3 ماه رابطه رو بهسازی میکنن، میبینن که همسرشون هم داره بهشون کمک میکنه. قبل از پاسخگویی به سوالات، خیلی محکم ببین من بچه ها، واقعا برای دوره، برای لایو هم که شما ببینید زحمت میکشم، استوری میذارم، ریلز میذارم که شما بیاین ببینید. عاشق اینم که به دیگران کمک بکنم، و حاضر نیستم فقط بشینم و به دیگران کمک بکنم، براش تلاش میکنم که بتونم به دیگران کمک بکنم. خواهش میکنم لایف هایی که برگزار شده رو توییتر رابطه ببینید. ما اونقدر محتوا برای شما آماده کردیم که اساسا کسی که مشکل مالی داره واقعا میتونه که با این لایف ها به یک اتفاق خیلی خوبی دست پیدا بکنه. و اگر مشکل مالی ندارید، حتما درمانگر روانشناس داشته باشین، اگر به صلاحتونه وارد دوره های ما بشین. ما الان امشب تا پایان امشب در واقع کسانی که شماره شون در اختیار ما میذارن، ما با بالاترین تخفیف ثبت نامشون میکنیم، چون فردا قیمت های ما عوض میشه. دوره شکوفایی یک دوره بسیار کاملی مبتنی بر تئوری شکوفایی هست. شما تو این دوره 10 جلسه هم روانشناسا کار کوچینگ شما رو انجام میدن، به صورت اقساط قابل پرداخت هست. من فکر میکنم تجربه بسیار بی‌نظیریه. 27 مرداد قراره که ترم 1 شو به صورت حضوری کنار هم باشیم، نزدیک 80 ساعت دوره غیر حضوری داریم. بعد از اینکه دورتون رو دیدیم، یک روز دیگه هم دوره به صورت غیر به صورت حضوری کنار هم قرار میگیریم و جمع‌بندی میکنیم، و یک دوره حضوری و غیر حضوری تقریبا میشه گفتش. انشاءالله کنار هم باشیم و این دوره رو در خدمتتون باشیم. میخوام سوال جواب بدم، سوالاتتون رو توی باکس بفرستین تا من سوالات رو هم جواب بدم. فکر میکنم لایو خوبی شد، انشاءالله که دوستش داشته باشین. بچه ها میدونید که یه خواهشی هم ازتون دارم و یه انتظاری هم دارم. بعد از اینکه لایو رو دیدین، اگه واقعا لایو رو دوست داشتین، حتما استوریش بکنید برای دیگر عزیزان. خب ببینید سوال چی اومده. یکی دوستان گفته استاد لایو رو سیف کنید، من درس دارم میخونم. باشه چشتو سلطان. خب بچه ها از این دوره به نظر من خیلی چیز، حالا من خیلی دوست ندارم خودم راجع به قیمت رو صحبت بکنم، اما اقساطش جوری کردیم که واقعا اکثر آدم ها میتونن توش باشن. خب سوال پرسیدن که آقا یکی از طرفین اگه تمایل به جدایی رابطه تموم شده؟ نه، گفتم اگر
یکی از طرفین حاضر نیست هیچ تلاشی انجام بده و سفت صد وایساده میگه این رابطه تموم شده از نظر من، خب دیگه بله دیگه اینجا دیگه ما اعتقادمون این هستش که این رابطه به پایان رسیده، مگر اینکه خب این فرد حاضر باشه با شما پیش درمانگر یا روانشناس بیاد. سوال پرسیدن که اگر تو رابطه عاطفی باشیم از کجا بفهمیم این رابطه به ازدواج میکشه. به نظر من این خیلی مهمه که طرف مقابلتون اصلا این نیت رو داره، نگاهش نسبت به ازدواج چیه. شما نمیتونین از پسر یا دختری که همون اول آشنایی برمیگرده میگه که من هیچ اعتقادی به ازدواج ندارم، هیچ آمادگی برای ازدواج ندارم، انقدر توانمند باشین که این فرد رو تبدیل به یک همسر بکنه. این احتمال کمی. به نظر من اولین گزینه این هستش که آدم‌ها واقعا خودشون اعتقاد داشته باشن که ازدواج کار درستیه و من میخوام ازدواج بکنم، و اینو میشه تو همون برخوردهای اولیه پرسید. وگرنه وقتی ما وارد یک رابطه میشیم که خود فرد میگوید من هیچ تمایلی به ازدواج ندارم، اصلا این کار درست نمیدونم، یا برمیگرده میگه من آمادگیشو ندارم، این خیلی قمار بزرگیه که من برم تو این بازی و بگم که خودم درستش میکنم، جذبش میکنم. بیشتر این افرادی که میگه من خودم درستش میکنم متاسفانه نمیتونن خودشون درست بکنن. خب اگر یکی از طرفین در تلاش باشه که این پنج مورد در رابطه نگه دارم و طرف مقابل اینجوری نباشه، راجع به این توضیح دادم، گفتم که بچه ها بیاییم جسارت اینو داشته باشیم، شهامت اینو داشته باشیم، بگم آقا من اونیم که میخوام این رابطه رو نجات بدم، بسم الله دو ماه سه ماه با کمک روانشناس با کمک دوره ها ورود پیدا میکنم بهش. یه دفعه بچه ها تو یکی از اختتامیه های دوره شکوفایی خانم به من یه چیزی گفت، تنم لرزید. من همیشه محبت دانشجوام نسبت به دوره داشتم، اما ایشون انقدر قشنگ گفت، حالا صفحه شکوفایی بریم فکر کنم مصاحبهش باشه، گفت من اومدم این دوره رو شرکت کردم تا ثابت بکنم به همسرم چقدر اشکال داره، بعد آخر دوره دیدم که خودم چقدر اشکال دارم. ببین اگر شما همش زوم کردی روی اینکه همسر من با من هیچ همکاری نمیکنه، هیچ تلاشی برای رابطه نمیکنه، مطمئن نباش جملت درسته. منو ببخشا، میدونم که ناراحت میشی از دستم، اما مطمئن این باید چک بشه، این باید توسط روانشناس باید چک بشه، بعد ما ببینیم که واقعا اینی که تو میگی درسته یا نه. حتی لازمه گاهی اوقات اون فرد رو ما بیاریم باهاش صحبت بکنیم. خب سوال بعدی، متاسفانه این سوال خیلی سوال شایعیه و باید بگم که اگر واقعا این فرد اختلال خودشیفته، ببینید خواهید بچه ها یه چیزی که تو عموم غلط گفته میشه و حتی متاسفانه من دیدم بعضی از دوستان روانشناس هم اشتباه میگن، این استش که ما یک طیفی داریم به نام طیف خودشیفتگی، یک اختلالی داریم به نام اختلال خودشیفته. این دوتا با هم فرق دارن. همه انسان ها از نظر طیف خودشیفتگی قابل بررسی هم. یعنی ما هممون یک میزان خودشیفتگی داریم که افرادی که در دو طرف منحنی خودشیفتگی قرار دارن افراد مشکل داری هم. یعنی کسانی که اصلا خودشیفتگی ندارن صفره، و کسانی که خودشیفتگیشون خیلی زیاده. این دوتا در معرض مشکلات روانی و رابطه‌ای هستن. اگر خودشیفتگی انقدر بره بالا که منجر به صدمه بشه، حالا صدمه معمولا رابطه‌ایه توی خودشیفته، و این لازمه اینه که فقط یک روانشناس برچسب بزنه، فقط یک روانشناس بالینی حق داره این برچسب رو بزنه. من نمیتونم مثلا حتی الان از علی میرصادقی بپرسم این فرد با این ویژگی آیا خودشیفته است، منم بگم بله خودشیفته است، توی لایو نمیشه این کارو کرد. بعد یک آدمی قشنگ بررسی میشه، اگه نمیادم میتونی بری نشانه شناسی بکنی پیش اون درمانگر یا پیش اون روانشناس، ایشون با نشانه اون میگه، میگه نه، شاید هم بگه که نه ایشون خودشیفته نیست، خودشیفتگیش بالاست ولی شاید هم خودشیفته نیست، بعد بری بررسیش بکنی. ولی اگر ثابت بشه یک فرد خودشیفته است و تمایلی هم به درمان نداره، زندگی با او بسیار سخت میشه، بسیار سخت میشه. و عرضم کردم یکی از رایج‌ترین طلاق‌ها طلاق افراد خودشیفته است.
چی بود یه اسمش که سوالی پرسیدین که کلن خیال شد چه میگه احمدرضا دوباره بیاریم بالا ولش کنین آقا احمدرضا استراحت میکنه. خب بریم سراغ بعدی. قربون شما، مرسی از همه کسانی که تشکر کردن. مجردان هم لازمه دوره شکوفایی؟ بله دیگه، شکوفایی برای همه است دیگه بچه ها. بچه شکوفایی میدونید یعنی چی؟ یعنی بالاترین حد رضایت از زندگی. چند نفر شما دوست داریم به بالاترین حد رضایت از زندگی دست پیدا بکنیم؟ دوره شکوفایی برای این ساخته شده که یک پیشگیری داشته باشه از اختلالات روانی، مخصوصا افسردگی، اینکه جهان بینی درستی به شما بده راجع به زندگی کردن، یه زندگی واقعی و خوب چه شکلیه، فلسفه زندگی خوب چه شکلیه، من در چه صورتی در آینده سعادتمند میشم، خوشبخت‌تر میشم، روابطمو چطوری احیا بکنم، چطوری تو کسب و کار و تحصیلم آدم با اراده تری باشم، با چه مهارت‌های رابطه خراب شده یا یک نواخ شدهمو بهسازی بکنم، چطوری زندگی شادتر و با آرامش‌تری داشته باشم، چطوری نقاط قوت خودم رو کشف بکنم. به نظرم دوره‌ای که همه تون باید ببینید. اگر فقط مشکل مالی دارین، انقدر لایو براتون درست کردم، انقدر محتوا رایگان براتون درست کردم، این کارو میکنید. اگر مشکل مالیشو نداشتین حتما شرکت بکنید. نه دوره شکوفایی فقط برای روابط نیست بچه‌ها. ما الان تو کمپین رابطمون هستیم، یعنی میایم یک ماه روی یک موضوعی تمرکز میکنیم و راجبه اون موضوع انقدر حرف میزنیم و درس میدیم که افرادی که به اون نیاز دارن در واقع فقط به یک پست مقطعی 2-3 دقیقه‌ای بسنده نکنن. آره، وگرنه حالا مثلا برنامه ماه بعدیمون میخوایم ورود پیدا بکنیم به یکی از موضوعاتی مثل عزت نفس یا مثلا موفقیت در کار یا مثلا افسردگی، سعی میکنیم به شما کمک بکنیم. این 6 موردی که گفتم و یه بار دیگه میشه بگیم، 5 مورد بود. یه بار به نظرم ارزشش داره خانم خانی که یک بار لایو رو ببینی و نوت برداری بکنی. قربونتون بچه ها، مرسی. بریم یک سوال دیگه هم جواب بدیم و با شما خدافظی بکنم. آخرین سوال میخوام یک سوال حاشیه‌ای جواب بدم. میخوام یه سوال خیلی خفن پیدا بکنم که آخرش خیلی خفن تموم بشه. پیدا نمیکنم یه سوال خفنی که یه خورده حاشیه‌ای هم باشه، چون شما بعدتون نمیرس باشیه. بسیار من خوش نمیشه. یه هم سوال بعدی نیستش به زبان راجبه. طرف من 7 ساله هی میره و میاد، من موندم میخواد یا نه هر بار میره دوباره برمیگرده. ببینید بچه ها، به نظر من تشخیص این که یک آدمی میتونه همسر شما باشه واقعا خیلی سخت نیست، اما مسئله اینه که خیلی از آدما تو ابتدای آشنایی به خاطر اون شیدایی و هوس و وسوسه جنسی و قیافه‌ای و ظاهری که نسبت به طرف مقابلشون پیدا میکنن و یا اتفاقات خوبی که اون آدم براشون رقم میزنه، گول میخورن و به خودشون الکی فرصت میدن، به رابطهشون الکی فرصت میدن که در واقع حالا ایشالله درست میشه، ایشالله ماشالله میکنن میرن جلو. واقعا یه مقدار جدیتر، من اصلا هیچ قضاوتی ندارم، ولی من فقط میخوام بگم که اون آدمی که امروز تو رابطه با شما هستش و میگه وایس تا با هم ازدواج بکنیم، شما
خوب میدونی که این وایسای چه معنی میده. من نمیدونم، اما خیلی از این افراد هستن که واقعا وایساشون یه وایسای فقط تو مایه های وایسا وایسا وای نستد، یعنی وایسای جدی نیست. وایسادن تو رابطه ای که طرف مقابل یه وایسای یواش بهت گفته به نظرم میتونه مهمترین اتلاف وقت باشه. طرف وایساشو باید جدی بگه بهت، وگرنه بعد یه عمر میری میبینی که این رابطه اتفاق نیفتاده، اون چیزی که میخواستی پیش نیومده. بچه ها دمتون گرم که امروز بودیم، خیلی ممنونم، مرسی. آخه مرسی به خاطر دعا و صلوات خوب. معلوم ازدواج برای بار دوم میتونه حتی تو 40 سالگی 50 سالگی بچه درست باشه. عزیز دلم قربونتون برم، لایف سیف میشه. برای عزیزانتون بفرستی، ممنون میشم که موضوع به این مهمی و به اشتراک بذاری. سپاسگزارم. عصر جمعتون بخیر. خدا نگهدار.